سلام، وقتتون بخیر. بامداد شنبه 13 خرداد ماست و با چند چند ویژه فوتبال در دقایق آینده با شما خواهیم بود. فصل فوتبال باشگاهی در ایران چهارشنبه شب با برگزاری فینال جام حسبی پایان یافت. در دیدار نهایی استقلال و پرسپولیس هم توی که در جریان هستید احتمالاً در حضور بیش از 35,000 تماشاگر مرد و در غیاب هواداران زن که باز هم از تماشای یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه محروم بودن به مسافه هم رفتن. استقلال در این بازی امیدوار بود بتونه فصل رو با یک جام همراه با ساپینتو به پایان برسونه و بعد از دو فینال ناکام در جام حذفی این بار قهرمانی رو کسب کنه. در سمت مقابل پرسپولیس هم با همون ترکیب برنده در ماه‌های اخیر به دنبال کسب سومین دوگانه تاریخ باشگاه پرسپولیس بود. یکی دیگه از نکات حاشیه این بازی هم حضور تیم 7 نفره داوری بوده که به نظر در نهایت با وجود تمهیدات در نظر گرفته شده عملکرد پر انتقادی از خودشون به جا گذاشتن. خلاصه ای از این بازی رو با گزارش مزدک میذاری تماشا کنید و بعد بحث رو با کارشناسان برنامه ادامه خواهیم داد. فقط 38 روز بعد از مسافه پرسپولیس و استقلال در بازی‌های لیگ برتر، یک بار دیگه ورزشگاه زیبای آزادی میزبان دیدار شهرآورد تهرانه. علی نعمتی اطرافش رو نگاه میکنه، پاس به عقب میده برای سرلک، از کنار محبی رد میشه، سرلک میاره پشت منطقه جریمه، سرلک از همونجا شوت که در دستان حسینی جای میگیره. جعفر سلمانی میفرسته پشت مدافع هم برای محبی، فرار محبی، محبی با پای چپ، ضربه محبی عرض دروازه رو طی میکنه و از سمت مقابل به بیرون میره. زاویهش تنگ بود و شاید اگر در چارچوب هم بود بازم بیرون بهش میرسید. محبی خوب داره کار میکنه، توپ رو با یه عالی میاره به درون منطقه جریمه، حالا ارسلان ضربه رو میزنه و بیرون با یه فوق واکنش توپ رو از زیر تاق دروازه بیرون میکشه. دانیل اسمالیفر عبور میکنه از سلمانی، میفرسته روی دروازه، هر دانی توپ اثر میگذاره، ترابی، ضربه ترابی توی دروازه، گل برای پرسپولیس. چه کسی به جز ترابی میتونه در چنین مواقعی به کمک تیمش بیاد؟ این دفعه در فینال جام حذفی یه بار دیگه ببینیم دفع ناقص و ضربه فوق‌العاده مهدی ترابی که بازی رو 1-0 میکنه. تقریبا با پنجه پا با نوک پا زد، اما بسیار دقیق و دیدنی. یه حرکت از سمت راست زمین، محبی میزنه ضربش رو بیراون، روی توپ اثر میگذاره، توپ برگشتی دوباره در اختیار بازیکن استقلال رو میگیره، رضاوند برای مهری، مهری ضربه پای راست مهری که بعد از بوسه زدن به تیر افقی دروازه به بیرون میره. میانه میدان جعفر سلمانی پاس رو به جلو، قایدی، قایدی تک به تک با بیرانوند، خروج عالی بیرانوند که تسلیم نمیشه در مقابل قایدی. هر دانی توپ بلند ارسال میکنه اون سمت، قایدی یه بازیکن از مقابل برمیداره، قایدی ضربه پرقدرت این بازیکن، فقط یه مقدار ارتفاعش زیاد بود، توپ از روی دروازه بیرون رفت. اسد بگی، ترابی، دقیقه 5 وقتای تلف شده است، ترابی میاره وسط، ترابی ضربه رو تماشایی میزنه، چیزی نموده بود یه سوپر گل بزنه، توش به تیر خورد. آلی شاه همه رو به هم ریخته، آل کثیر پشت به دروازه داره، آل کثیر درگیر با مرادمند و آقای زاهدی فر، ببینیم چه نظری داره. بله، توپ رو در اختیار استقلال قرار میده و به آل کثیر کارت زرد نشون میده. تصمیم ناباورانه از داور این مسابقه که در دقایق پایانی دیگه قضاوت این بازی به عهده او قرار گرفته. مهری بلند میفرسته روی دروازه، ضربه سر مرادمند توی دروازه، توی دروازه، گل برای استقلال. چه ضربه سری، چه گلی، چه دقیقه ای، استقلال به بازی بر میگرده. ورزشگاه آزادی در بخش آبیش غرق در شادی میشه. چه ضربه سری زد مرادمند، مدافع پیشتاخته استقلال. با هم ببینیم مهری فرستاد، اینم ضربه سری که دور از دستان بیرانوند
جای هیچ عکس العملی، جای هیچ شانسی برای بیرانوند باقی نمیگذاره. خب کارت قرمز برای ریکاردو ساپینتو. او از کنترل خارج شده. چه کار داره میکنه کنار زمین؟ تا اونجا که میتونه به نظر میرسه داره توهین میکنه به تمام افراد کنار زمین و حالا باید اون رو آروم بکنه. یه مربی سابقه دار در این زمینه که مشخصه داره الفاظ بدی رو به زبون میاره. سانتر بلند آلیشاه، یه ضربه سر از فرجی، توپ از کنار دروازه بیرون رفت. نزدیک بود گل مشابه گل استقلال رو بزنه که نتونست این کار رو صورت بده. ضربه سرش با اختلافی کم از کنار تیر رو عبور کرد. آلیشا پشت توپ قرار گرفته، میفرسته به روی دروازه و توپ به ته تور دروازه میفرسته. گل برای پرسپولیس. دقیقه 115 هم. نگاه مبهوت حسینی رو ببینید. ضربه آلیشا که پیرنش هم در آورده میره در قعر دروازه استقلال جای میگیره. پرسپولیس 2 استقلال 1. پرسپولیسیا چقدر خوشحالم، بایدم خوشحال باشن. چه ضربه ای زد آلیشا. کاتا رو دیدنی بدون اینکه هیچ کسی بتونه روش اثر بگذاره روی اشتباه مدافعان و دروازه‌بان استقلال میره در گوشه دروازه جای میگیره. پرسپولیس با این پیروزی قهرمان جام حذفی خواهد شد. این هم سوت پایان مسابقه، پیروزی با ارزش پرسپولیس در فینال جام حذفی و هفتمین قهرمانی این تیم در رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور. خب مهدی تاج میاد تا جام قهرمانی جام حذفی رو به کاپیتان پرسپولیس امید آلیشاه بده. همه بازیکنان پرسپولیس اونجا خوشحال و شاد، برای دومین بار به فاصله چند هفته اونا بازم دارن جشن قهرمانی میگیرند و اینم امید آلیشاه و جام حذفی باشگاه ایران که بالای دست بازیکنان پرسپولیس قرار میگیره و اونا جام قهرمانی رو به خانه خواهند برد. تصاویری برای ثبت در تاریخ که این بار اونا نه در شمال کشور بلکه در ورزشگاه آزادی به این ترتیب جشن قهرمانی به پا می کنند. پرسپولیس با پیروزی 2-1 در مقابل استقلال هفتمین بار جام حذفی رو بالای سر می بره و دبل می کنه. خب برای بررسی این بازی همراه میشیم با محمد تقوی همکارم از بیرمنگام، مزدک میرزایی هم توی عرصه مهمان رو در تصویر می‌بینید از لندن و علیرضا مرزبان مربی فوتبال که از ویزبادن آلمان همراه ما هستن. به عرصه خوش آمد می‌آیید. تقوی از شما شروع کنیم. پرسپولیس که خب واقعیت رو بخوایم بگیم خیلی مطمئن ظاهر شد، دومین جام رو هم تونست به دست بیاره، اما از اون طرف استقلال با بازی‌های قبلیش و حتی داربی قبل هم اگر بخوایم مقایسه کنیم تفاوت‌هایی داشته. تحلیل شما رو بشنویم. دقیقاً آرمین سلام بهت و سلام به مزدک از جناب مرزبان. من فکر می‌کنم پرسپولیس از دو جهت شایسته این قهرمانی، هم توی زمین هم ارتباط در واقع موضوعات خارج از زمین. پرسپولیس واقعا یه تیمی شد توی یک دهه اخیر که میدونه چی میخواد. به ما هم میدونیم چی میخواد. دلیلش هم اینه که ما تو این بازی دقیقا میدونیم که پرسپولیس با چشم باز، یعنی آنالیز کامل بازی، رفت اومده تو زمین. برخلاف اون استقلال اینطور نبود. درست استقلال نیم ساعت اول اون استراتژی که انتخاب کرده بود آقای ساپینتو خیلی خوب بود، جوابم داد. ما میگه که دو مورد استقرار تونست بدین میشه به شرط بازی، یعنی موقع گل داشته باشه، اجازه نده پرسپولیس موقع گل ایجاد کنه. اون سیستم 4-1-4-1 4-3-3 در زمان دفاع به دفاع به 4-1-4-1 تبدیل بود. هافبک‌های به استقرار برمیگشتن تو زمین خودشون که در واقع موقعیت لازم رو به تیم پرسپولیس نه تو ضد حمله تحقق بشه. اما پرسپولیس هم میدونم که با تیمی که میدونه چی میخواد، ببین راحت داره پاسا رو میده، دنبال یک لحظه میگرده که بتونه پاس رو بده. شما تو این صحنه شکل دفاعی تیم استقلال خیلی خوبه، اما اینجا روز به چشم به عنوان پادینو با ترجیح باید بدونه لین پاس باید بسته باشه. تو قبل از گل تمام حرکت پرس همین یه صحنه بود که در واقع تونست در واقع ایزال کسی در پشت خط دفاعی استقلال صاحب توپ کنه. اما ببینید چرا من میگم استقلال پرسپولیس با چشم روشن اومده بود. ببین استقلال به خوبی میدونه که تمام تفکرات تابیدو به قاعدی خلاصه میشه. تو این شرایط ما میبینیم دانیال اسمیفرد به خوبی توجیه شده بود چطور مانع از حرکات در واقع قائدی بشه. در هر صحنه که قائدی صاحب تو میشه شما اسمیفرد نگاه کنید، دقیقاً میدونه قائدی قراره چیکار کنه. ببینید میدونه قائدی میاره پای راستش قشنگ تو بازش میگیره. چندی رو چند بار این اتفاق افتاد، یعنی واقعا پرسپولیس
در هر صورت آنالیز کرده بود که اجازه نده در واقع قائدی سابتوب بشه و قرار هم نیست 3-4 تا بازیکن دور برش کنه، فقط یه نفر، اون یه نفر که بود دانیال اسپایل بود که این کارو عالی انجام داد. شما نگاه کنید با در این شرایط از قائدی من انتظار دارم قرار ملی پوش بشه غیر قابل پیش بینی بازیکن در مد و دفعات که اسپایل فر دریبل خورد قائدی، حالا سر خورد اتفاق افتاد، وقتی قائدی از اسپایل فر رد میشه اینجاست تو اون شرط زدن تو گل 20%، اما فضا رو نگاه، اگه یه پاس به عقب میداد مطمئن باشید بازیکن استقامت میتونه تو به دروازه دروازه کنن. یعنی تا حدود زیادی پرسپولیس کاملا مهدی قائدی از جریان بازی خارج کرد توی عملیات، اما تو دفاع ببینید تو همین نقطه قوت استقلال تبدیل نقطه ضعف شد. شما دانیال اسمایفر میاد بازیکنی که دراپ شولدر خیلی خوبه، یعنی میاد چپ میره راست، قائدی شناخت از این حرکت دانیال اسمایفر نداره، ببین به راحتی از قائدی رد میشه اسمایفر، ارسال میکنه. اینجاست که من میگم همیشه مدافع باید بدونه که وقتی میخواد ضربه بزنه تو به کجا قراره بفرسه. پشت 18 قدم تو منطقه دی خطرناکترین جای فوتباله که بیش 75% گلا از اونجا رخ میده. شما نگاه کنید بازیکن جوون مثل صالح هردانی وقتی توپ ارسال میشه اصول ابتدایی دفاع سر زدن، یعنی توپ رو تا اونجایی که میشه دور کن، از دروازه دور کن، سرش رو میچرخونه، اگه سرش رو نمیچرخونه مستقیم توپ میزد مطمئن بود توپ گیره ترابی نمیاد. ببین اینا دفاع اشتباهات فردی استقلال به این تیم در واقع ضربه زد و از معدود دفعاتی که دیدیم که پرسپولیس گفتیم دور زد ضد حملات و حملات بی‌نظیره. شما نگو تو این زمان یک اشتباه از جعفر سلمونی که البته خودش پوشش داد، ما میبینیم که بازیکن پرسپولیس چطور برمیگردن 4 در مقابل 3 میشن. ببینید وقتی گل زده میشه تمام شرایط بازی عوض میشه، پرسپولیس میدونه چی میخواد، استقلال واقعا نمیدونه چیکار باید بکنه. شما بازم نگاه این دقایق آخر بازی تعداد نفرات دیدیم پرسپولیس نزدیک 2-4-6 در مقابل 4 نفره. خب ببینید واقعا من بازی اول ندیدم مستقیم، بعد که داشتم نگاه میکردم مشخص بود استقلال نمیتونه به گل برسه، اون توان باز کردن دروازه در واقع پرسپولیس رو نداره. شما این نظر رو نگاه، اگه شما دقیقه 98-99 بازیکن پرسپولیس توپ دوم میکرد، ببین با چه آرامشی قشنگ پاس میدن. ببین این خیلی مهمه، وقتی شما توپ دوم میگیری جریان بازی رو کنترل میکنی. گفتم پرسپولیس میدونست چی میخواد، ببین به راحتی پاس میدن، هیچ عجله هم ندارن، میدونن قرار چه اتفاقی بیفته. ولی تو فوتبال همیشه دست شما نیست کنترل بازی، یک زمانی کنترل دست شما خارج میشه. شما نگاه پرسپولیس قشنگ چند تا پاس، 7 یا 8 تا پاس میدن که یک موقعیت عالی به وجود میاد. حالا من نمیدونم داور گرفت آفساید بود، نمیدونم خطا بود، پنالتی نبود، هر چی که بود، ولی کار پرسپولیس دیدنی بود. دقیقه 99 اگه اشتباه نکنم یه دقیقه قبل گل. ولی ببین فوتبال زیباییش همینه، مرادمند میاد همه چی رو عوض، مرادمند میاد همه چیز عوض میکنه، یه گل دیدنی میزنه. یعنی واقعا ضربه سر مرادمند در حد بازیکن پروفشنال بود، اما چطور گل میخوره وقتی شما بازیکنی داری که میخواد این سوین بزنه، باید حداقل دو نفر باشن که نتونه به راحتی توپ بفرستن دروازه. شما نگید نه دروازه‌بان استقلال نه مدافعین استقلال هیچکدوم توپو نمیبینن. ببین اون بیسیکی که ما میگیم، ببینید این درست این صحنه اشتباهات خط دفاعی زیاد بود، اما بازم اعتقاد دارم تیمی که قهرمان شد تیم پرسپولیس شایسته این برد بود و در واقع بازم حوادث رو جلوی حوادث گرفت و به اون چیزی که استقلال داشت دست پیدا کرد. ممنون آقای طلبی. آقای مرزبان از شما میخوام این پرسش رو داشته باشم که خب بازی جزایی بود برای طرفدار فوتبال، اینکه به هر حال این همه کش و قوس داشت، اتفاقاتی که توش افتاد به خاطر مصدومیت داور عوض شد، دیگه همه دیدن بازی رو. شما چطور دیدید این مسابقه ویژه رو و اساسا فکر می‌کنید دلیل موفقیت پرسپولیس این فصل گذشته چه بوده که 2 جام گرفت؟ با سلام به شما عزیزان، همه شما 3 نفر، واقعا خیلی خوشحالم که با هم دیگه صحبت می‌کنیم. من بحث اصلی رو که چرا پرسپولیس تونست این بازی رو ببره برمیگردونم به مسئله روانی این تیم. این تیم الان هفته هاست روی معیارهای خوبی داره حرکت میکنه، موفق تونست خودش رو از تقریبا سوم جدول تیکه به تیکه بالا بیاره، از نظر روانی قوی شدن، اعتماد به نفس بازیکن‌ها بالاتر رفت و وقتی که شما یاد میگیرید توی زندگی حرفه‌ایتون ببرین فراموش میکنید که باخت چه مزه تلخی رو داره، یعنی باختن رو فراموش میکنید کلن. این مسئله به تیم پرسپولیس فوق‌العاده کمک کرد. در طول بازی میتونیم بگیم در طول 90 دقیقه شانس هر دو تیم فوق‌العاده زیاد بود، هر دو تیم شانس‌های زیادی رو داشتن، ولی یه مسئله ای رو که همیشه باید بهش اشاره بکنیم اون مسئله بود که وقتی که یه تیم موفقه باید مربی یه تیم سعی بکنه خودش رو در واقع پشت پرده نگه داره، بازیکن‌ها باید مسئولیت قبول کنن.
ولی متاسفانه در مورد استقلال اینطوری بود که مربی که پر از حاشیه بود، پر از این بود که واقعا تیمش رو دچار تلاطم کنه و بزرگترین ضربه ای رو که استقلال خورد، علارغم بازیکنهای خوبی داشت، علارغم کیفیت بازی که بازیکنها سعی میکردن از خودشون نشون بدن، این بود که سرمربی این تیم جنجال رو به تیمش اضافه کرد. بازیکنها واقعا همه نگران این بودن که چه موقع چه اتفاقی میفته، ولی پرسپولیس رو نداشت. آرامشی رو که نیمکت بود با یحیی، با کریم باقری به این تیم کمک کرد. کیفیت روانی تیم پرسپولیس باعث شد که این تیم بتونه بازی رو ببره. ممنون از آقای مرزبان. من صدای خودم رو تو گوشم میشنم، اگر بشه درست بشه از اتاق فرمان ها ممنون میشم. مزه اگه از تو بشنم دلایل موفقیت پرسپولیس در فصل گذشته، از اون طرف استقلال رو چطور دیدی؟ حضور تمام عزیزان سلام عرض میکنم. توی این بازی به خصوص ما انتظار داشتیم استقلال بعد از اون شکستی که یک ماه و نیم پیش، کمتر از یک ماه و نیم پیش در مقابل پرسپولیس داشت، بررسی کرده باشه، آنالیز کرده باشه، شرایط تیم پرسپولیس رو سنجیده باشه و با اندیشه‌های دیگه‌ای به زمین مسابقه اومده باشه، یا حداقل توی ذهن بازیکنان این سناریو باشه که اگر گل خوردیم چه اتفاقی میفته، این بار چه اتفاقی میفته. دقیقاً همون اتفاقی که توی بازی چند هفته پیش افتاد توی این بازی هم تکرار شد. این بار استرالیا زودتر هم گل خوردن، ولی خب من فکر می‌کنم تو اون دقایق پایانی به شکل احساسی تونستن که گل جبران بکنن. معمولا وقتی یک تیم توی دقایق پایانی اینجوری به گل میرسه و از یک شکست سخت فرار میکنه، بازیکناش بر رویشون بالاتر بره و بتونن که بازی رو ببرن، که همون که بارها دیدیم که چه اتفاقاتی افتاده. نمونهش فینال یورو 2000 که فرانسه دقیقه 93 گل مساوی رو زد و در وقت اضافه بازی رو از ایتالیا برد. اما توی این مسابقه استقلال کاملا در وقت اضافه بدون طرح و برنامه دیده میشه و هیچ حرکت مثبتی از بازیکنان این تیم در وقت اضافه نمی‌بینیم. من یادم نمیاد که اصلا خطر چندان جدی روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرده باشه. به نظر میاد که پرسپولیس در مقابل تیم کاملا متوسط قرار گرفته که میخواد بازی رو به ضربات پنالتی بکشونه. البته خب در مورد ریکاردو ساپینتو صحبت زیاد هست و خب حواشی رو در همون کنفرانس مطبوعاتی شروع کرد و اینجا هم ادامهش داد. اون صحبتی که برعلی بهرامند کرد دقیقا به ضرر استقلال شد. پرسپولیسی‌ها رو متحدتر کرد و همه اونها رو در کنار بهرامند قرار داد. در مورد ساپینتو باید به نظر اشاره کنم، از نظر فنی قبول دارم مربی خوبیه و استقلال رو واقعا متحول کرد. تو این فصل بازی‌های بسیار زیبایی رو استقلال انجام میداد، اما در مقابل تیم‌های بزرگ استقلال نتیجه نمی‌گیره و این رو بارها دیدیم که حتی یه برد هم در مقابل تیم‌های بزرگ به دست نیاورد و نتونست سپاهان پرسپولیس رقیب اصلیش رو در لیگ و جام حذفی شکست بده. برگردم به ساپینتو، در واقع اون کسایی که این مربی رو آوردن به نظر من نباید به خودشون افتخار بکنن. چرا؟ چون این مربی در واقع اون پیشینه لازم رو برای مربیگری نداره. زمانی که در تیم گازیانتیپ اسپور کلا توی 10 سال گذشته 14 بار در واقع تیمش عوض کرد، یعنی کاملا یه چیز نامفهوم برای یک مربی. چرا یه مربی باید اینقدر جاش عوض بکنه؟ فقط میرفتن نگاه میکردن که این مربی رو آوردن تو دو تیم قبلی چه اتفاقی افتاده. زمانی که مربی گازیانتیپ اسپور ترکیه بوده، یه تیم متوسط در کشور ترکیه، دو سال نیم قرارداد می‌بنده، بعد همون فصل اول بر علیه مدیر باشگاه، بر علیه بازیکن‌ها، بر علیه مدیر ورزشی تیم صحبت میکنه و خب برکنار میشه. بعد میره در کشور خودش مربی مورینزه میشه، یه تیمی که برای بقا داره میجنگه. بعد در مقابل ویسلا میاد کاری میکنه که هوادارای تیم مقابل بر علیه شورش میکنه، میره در مقابل هوادارای تیم مقابل اونها تحریک میکنه، بعد جریمهش میکنن و اون بازی پلی‌آف بعدی رو هم از دست میده. شما نگاه کنید این چنین مربی که اینقدر سابقه محرومیت داره، با زمین و زمان مشکل داره، توی این فصل گذشته چندین رو چند بار دیدیم که محروم شده، خب توی همچین بازی اینجوری به تیم خودش ضربه میزنه و فکر میکنم که دلایل اصلی عدم موفقیت استقلال توی این حداقل توی این یه مسابقه خود ساپینتو. مزه اشاره که به رفتار ساپینتو که حالا صحبت هم میکنیم در این رابطه با آقای تقوی و آقای مرزبان خودت هم هستی، اما
گفته میشه که ایشون از آب دهانش استفاده کرده، به سمت محمد عطایی داور ذخیره مسابقه پرت کرده و او از کمک داور اصلی داور وسط پاس افتاد. من فکر می‌کنم که مشکلات اصلی ما توی فیلمبرداری مسابقه است. یعنی شما هر جای دیگه این مسابقه برگزار میشد انقدر دوربین بود که نشون میداد چی شده. محمد عطایی میگه دوربین نگرفته. دقیقاً نگرفته. خب چرا باید بگیرن؟ یه سرمربی تیم که سابقه هم داره یه دوربین باید مختص اون باشه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ خیلی گفتیم مشخصا باید فقط رفتار او رو بگیره. حالا در این مورد بازم بیشتر صحبت می‌کنیم، اما در اینجا اگه موافق باشید نظر مربی ها و بازیکنان دو تیم رو درباره داربی با هم بشنویم و برگردیم. جایی که هواداره استقلال و مقابل این تیم قرار دادن به نظر من لحظه شکست تیم استقلال بود. این اتفاق نباید می‌افتاد. بارمان یه بازیکن ملی دستمزد تمام مردم ایران هست. بارمان یه بازیکن ملی دستمزد هواداره استقلال هست. من معذرت خواهی کردم. اون دفعه معذرت خواهی کردم. وقتی با تیم استقلال بازی می‌کنید، استقلال یکی از پرطرفدارترین تیم‌های ایرانه. تو مصاحبه قبلی من گفتم یکی از با شخصیت‌ترین و بهترین تیم‌هاست و با بهترین بازیکن‌ها و بهترین مربی. به نظر من امروز واقعا بازی خوبی بود، بازی مهیجی بود. وقتی ما دقیقه 99 گل می‌خوریم یعنی که تیم حریف یه کیفیت خیلی خیلی خوب داره و اگه این قهرمانی ارزش داره، تو بعد بازی لیگ هم گفتم اگه این قهرمانی ارزش داره، ارزشش به خاطر وجود استقلال تو فیناله. وقتی با استقلال تو فینال بازی می‌کنی با تیم با شخصیت، این استقلاله که به شخصیت میده. بارها گفتم ما استقلال بدون هم هیچیم و با هم معنا پیدا میکنیم. تبریک میگم به استقلال بابت بازی خوبشون، ولی متاسفانه فوتبال یه روش برده یه روش باخت. تیم امروز موقعیت خیلی بیشتر از پرسپولیس، اصلا پرسپولیس یه دونه موقعیت داشت دوتا گل زد بابا، اصلا موقعیتی نداشت پرسپولیس. پرسپولیس کمکش کردن، حیف این جمع جمعیت که اومده بودن، ولی به حق واقعا قهرمان نشدن. به نظر این دوتا تیم مالکش یکیه، وزارت ورزشه. برید از همه نظر این دو تا تیم مقایسه کنید با هم، از نظر امکانات، پرداختی ها، از نظر مدیریت. فقط تبریک میگم، زنده باد استقلال، تبریک به وزارت ورزش. آقای طبیعی، بازی رو که میدم بعد از مسابقه خیلی جالب بود که گزارشگر تلویزیون جمهوری اسلامی که با همه مصاحبه میکردن، تمام پرسپولیسی‌ها از تیم بزرگ استقلال رو از یعنی خیلی با احترام صحبت میکردن. برای من خیلی جالب بود که هیچ کوریخونی در میون نبود. اما صحبت‌های مطرح میشه در رابطه با اینکه الان ساپینتو با این کاری که کرد و حجت کریمی هم که راه نداد به رختکن قبل بازی و رفتاراش، هم ساپینتو احتمال داره نمونه، هم یحیی گل محمدی هم یه جورایی ساز جدایی زده. شما چطور می‌بینید وضعیت سرمربیگری این دو تیم در فصل بعد؟ ببین، من یادم رفت تبریک بگم به یحیی گل محمدی، به تیم پرسپولیس و هواداران این تیم، و اعتقاد دارم یحیی گل محمدی باید یک استوری، یک مصاحبه بکنه از همه هواداره، یک بخش از هواداره استقلال، مربیان این چند سال اخیر استقلال و در واقع مدیریت استقلال، یک تشکر ویژه بکنه، چون اینا خیلی به یحیی کمک کردن تا یحیی تیمش رو در واقع قهرمان بکنه. اینا خیلی کمک کردن. تیمی که در واقع وقتی قهرمان میشه، شما اینجا نگاه کنید، وقتی سیتی قهرمان میشه، هی گواردیولا میاد صحبت میکنه، میگه بابا مشکل من با این بازیکناست که نمیخوان دوباره قهرمان بشن. میاد در واقع کانسلر رو بیرون میکنه، میگه اون در واقع پشن، اون اشتیاق لازم رو نداره. اما انقدر این هوادار یک بخش از هوادار، البته یک بخش از هوادارا، یک سری از مربیای چند سال اخیر، مدیرا، انقدر اومدن پرسپولیس تحت فشار گذاشتن. پرسپولیس هر بازی که میاد، هر فصل که میاد، به دنبال اثبات کردن خوده. یعنی در واقع کار یحیی رو راحت کردم. یحیی لازم نیست برای بازیکناش انگیزه به وجود بیاد، بازیکن انگیزه لازم دارم. و این موضوعی که به پرسپولیس کمک کرده. اگر شما ببینید الان بازیکنای پرسپولیس خوبی اومدن، چون توجیه شدن، میدونم با چجوری صحبت کنم، اما من متاسفم بازیکن استقلال اینجوری صحبت میکنن. متاسفم تو این چند سال اخیر این فرهنگ، من واقعا نمیبخشم اون کسی رو که این فرهنگ و جا انداخت در استقلال که نمیخوام ما قهرمان بشیم. این لطمه زده به استقلال. ببینید، شما باید از باختن یاد بگیری، باید بلد باشی چجوری باختی. شما یادتون میاد، یادتون میاد زمانی که برانکو اون سال در واقع به استقلال خودستان بازی رو واگذار کرد، بعد از اون ما دیدیم پرسپولیس 3 سال پشت سرم نایب قهرمان شد، اومد قهرمان شد. یعنی یاد گرفت از اون شکست، یاد گرفت با چیکار کنه. پرسپولیس بعد از اون در هیچ بازی بزرگی نباخت، درست مساوی که اما نمیباخت، یعنی راه قهرمانی رو داشت. امسال هم ما دیدیم یحیی به خوبی متوجه، از شکست سال گذشته، است ناکامی سال گذشته که نتونست قهرمان بشه، به خوبی یاد گرفت امسال چیکار کنه. یعنی دو تا جام آورد، یعنی یاد گرفت که اگر میبازه ببینه مشکلات تیمش کجاست، چطور میتونه مشکلات رو برطرف کنه. اما استقلال هر زمان هر سال ناکام شد، انداخت گردن وزیر، انداخت گردن نمیدونم داور، انداخت گردن بازیکنای دیگه.
خب مشخصا این تیم نمیتونه قهرمان بشه. تیمی که سال گذشته قهرمان شد چرا نتونستی مقام قهرمانی تیم رو حفظ کنی؟ من به عنوان استقلالی ناراحتم واقعا، این همه ناکامی همه رو اذیت میکنه، برای حق داره هوادار استقلال. اما بیشتر اینکه به دنبال پرسپولیس داور وزیر باشن، باید به دنبال اون آدمایی باشن که این فرهنگ و این در واقع کالچر، این فلسفه اشتباه رو در باشگاه استقلال جا انداخت که نمیخوام ما قهرمان بشیم. اگر استقلال نخواد قهرمان شدن قهرمان نمیشه. پارسال که قهرمان شدن، جام حذفی هم که واگذار کردن به نساجی. تو این 4 سال اخیر 3 بار رفته فینال، 3 بار بازی فینال رو واگذار کرده. چرا یاد نمیگیرین از باختاتون؟ چرا یاد نمیگیرین وقتی باختین مشکلتون رو پیدا کردین؟ وقتی شما بازیکن استقلال میاد میگه داور خوب، من واقعا شرمنده ام، چرا بازیکن استقلال این حرفو بزنه؟ یعنی اینا نشون میده استقلال خیلی فاصله داره از اون شخصیتی که لازم باشه برای قهرمانی. میگه پرسی توی 8 سال اخیر 6 سال قهرمان شده. خب میشه جورشون، حقشونه. ممنون آقای تقوی. من از حق نگذاریم، غیر از اینکه حالا یحیی گل محمدی درجه یک و حرفی هم توش نیست در بین مربیان داخلی، کادر فنی خوب هم داره دیگه. یعنی کادر فنی، خود یحیی گل محمدی هم به این اشاره میکنه که یک کادر فنی خوب هستن. فکر می‌کنم پرسپولیس باید یحیی رو هر جور هست نگه داره. قرارداد هم که داره، وضعیت استقلال رو چطور می‌بینیم؟ اونجا فکر می‌کنم چه اتفاقی باید بیفته؟ بله، خب از پرسپولیس شروع بکنیم. من میگم که هر مربی که اینجوری تیم رو دو بار به خاطر چند هفته قهرمان میکنه، نشون میده که مربی بزرگیه. حالا همونطور که اشاره کردی، افشین پیروانی، کریم باقری و عثمان ویرا و بقیه کسایی که کنارش هستن واقعا خوب بودن. خصوصا از نظر بدنی این تیم چقدر آماده است. شما نگاه کنید که بعد از این فصل بسیار طولانی توی این 10 بازی آخر میاد همه رو میبره و در وقت اضافه از نظر بدنی کاملا مشخصه که بعد استقلال بازیکناش غلبه دارن، نظر بدنی آماده ترن و دوندگی بیشتری دارن و این یکی از عواملی بود که پرسپولیس قهرمان کرد. و خب یحیی به نظر من توی این شرایط تیم دارم خسته شده، هم به خاطر اون اتفاقاتی که اواسط فصل گذشته بعد از ریزش انقلابی ایرانی افتاد و اون در واقع مشکلاتی که براش درست کردن، و از طرف دیگه خب فشار بیش از حدی که تو پرسپولیس هست، برشک همه قهرمانی میخوان و این فشار زیادی روی هر مربی وارد میکنه. من به شما میگم این مقدار بخواد استراحت بکنه، اما خب هوادارم الان دیگه دوست داره که یحیی رو بازم کنار نیمکت ببینیم، کما اینکه زمانی که برانکو هم بود کسی دوست داشت برانکو بره، حالا یحیی هم این وضعیت داره. اما در تیم استقلال فکر می‌کنم که با این حرکتی که ساپینتو انجام در بازی آخر قبل از مسابقه، هم همونطوری که کریمی سرپرست مدیر عامل باشگاه استقلال گفته بود، ظاهرا به توافق نرسیدن باهاش، اگرچه ساعتی قبل دیدیم که یه استوری منتشر کرد و گفته که من فقط 15% قرارداد بیشتر بشه، دو ساله با هم ببندن. مشخصه که این چنین مربی متوجه شده که اگه از استقلال بره شاید فعلا حالا کاری بهش ندن، بنابراین چه خوبه که در استقلال بمونه و در واقع اگرچه 7-8 ماه حقوقش رو نگرفته، اما به هر حال با تأخیر خواهد گرفت و میتونه در واقع امیدوار باشه ساپینتو که برگرده به استقلال. ولی به اعتقاد من مدیران باشگاه استقلال باید برن به سراغ یه مربی دیگه، با توجه به قوانینی که گذاشتن مربی خارجی شاید به صرفه نباشه و گزینه‌های داخلی بکنن. بهترین انتخاب است برای مدیرای باشگاه. آقای مخبر، فکر کنم مخبر معاون رئیسی، گفت ریال بدید به جای دلار و یورو. و آقای مردمان شما چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید که پرسپولیس با یحیی ادامه بده موفق‌تر خواهد بود، یعنی که تغییراتی صورت بگیرد؟ از اون طرف واقعا ساپینتو فکر کنم خودش کار خودش رو تموم کرد در استقلال. شکی ندارم که یحیی خودش هم دوست داره اونجا بمونه، چیز طبیعیه. و اینکه فشار هست روی تیم پرسپولیس و استقلال، از خیلی ساده بگیم، وقتی که شما روزنامه‌هایی که توی ایران چاپ میشن ببینید، 10-12 تا روزنامه ورزشی از صفحه اول این روزنامه‌ها میره به طرف پرسپولیس و استقلال، یعنی نقش بزرگ این دو تیم بازی میکنه. شما فشار رو دارید، چیز طبیعیه، ولی این فشارا به مربیام کمک میکنه. چرا؟ چون بازیکن‌ها اگر بد بازی کنن، رسانه‌ها راجبشون بد می‌نویسن، تلویزیون راجبشون بد صحبت میکنه، و این نقشیه که خود سرمربی‌ها میدونن که پیش از اینکه انتقاد از طرف خود سرمربی‌ها باشه، از طریق رسانه‌ها بازیکن‌ها زیر سوال میرن. با یه شکست تیم استقلال و پرسپولیس، یک هفته تمام رسانه‌ها راجب مشکلات این تیم‌ها حرف میزنن.
و الان یحیی خودش هم میدونه با یه تیمی که بخواد کار بکنه، یحیی سابقه اینو داره که زمانی که به تراکتور سازی رفت واقعا ناموفق بود، از اونجا مجبور شد خیلی زود بره، ولی پرسپولیس رنگش یه چیزی دیگه است. استقلال موقعیتش طوریه که هفته های پیش ما راجع به این مسئله صحبت کردیم که بزرگترین ضربه رو خود ساپینتو میتونه به تیم استقلال بزنه، تیمی که متحد بود، تیمی که احساس خوبی داشت، تیمی که کیفیت فوتبالی خوبی داشتن، ارنج خوبی پیدا کرده بودن، ولی ساپینتو این تیمو به طور یعنی با دقت بالا برد به طرف یک در واقع آنارشی بزرگ که بازیکن‌ها خیلی راحت می‌دونستن که این تیم داره شکست میخوره چون سرمربی تیم خودش رو کنترل نمیتونه بکنه. یعنی بحث اینه که به دستیاراش نمیتونه در واقع کمک بکنه یا دستیارا بهش کمک بکنن. و بزرگترین مشکلی هم که استقلال داشت، این مسئله رو بگیم، بحث آجرلو هست و فتح‌الله‌زاده، دو نفر که از کوتا اگر بفهمید آقای مردان چه آیتم دیگه هم داره بفهمید که فقط این دو نفر که اینا از طرف باشگاه‌های حکومت هستن و در واقع بیام نقش تخریبی بزرگ و این دو نفر بازی کردن که استقلال رو در واقع به نابودی کشوندن. ممنون از شما. اما موریا غفوری کاپیتان سابق تیم استقلال اعلام کرده بود که در بازی داربی چهارشنبه به ورزشگاه آزادی میره و در حضور تماشاگران این مسابقه رسما از دنیای فوتبال خداحافظی میکنه. اما بنابر اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، این خواسته بوریا با مخالفت نهادهای امنیتی و برگزار کننده این مسابقه روبرو شد و از ورود او به ورزشگاه ممانعت به عمل آمد. احسان اکبری نگاه کرده به واکنش ها و موضع گیری های سیاسی و اجتماعی بوریا غفوری در سالهای اخیر که باعث شده این فوتبالیست به یکی از نمادهای مردمی در مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل بشه. یه شوت محکم به سمت دروازه، یه گل رویایی میزنه تیم نفت، یک شوت سرکش و دیده شدن یک ستاره، مطرح شدن یک نام، بوریا غفوری. بوریا سالها قبل تر از این گل فوتبالش را آغاز کرده بود، اما این شوت نامش را بر سر زبانها انداخت و به تیم ملی رسید. غفوری از نفت تهران به سپاهان پیوست و بعد از دو فصل حضور در اصفهان استقلالی شد. بوریا غفوری دوباره به سید مهدی رحمتی گل میزنه، این بار با ضربه سر. ستاره سنندجی آبی ها از همان ابتدا برای استقلال درخشید، اما قصه جوان چشم رنگی کرد قرار نبود فقط با درخشش در زمین چمن خلاصه شود. یه سری شرط آدم میبینه، یه سری مصاحبه ها رو از مسئولان میبینه که اصلا انگار به درد مردم، به زخم مردم نمک میباشن، همه تحت فشار هن، یه چیزایی میگن که بدتر کنن. شد از فیدبکشون نمیترسی؟ چون دفعه چند دومت میده؟ چرا باید بترسم؟ شاید الله مثلا یه مگه چیز بدی گفتم که بترسم؟ چیز بدی نگفتم که بترسم، حرف حقه. بوریا میخواست صدای مردمش باشد و به عنوان کاپیتان یکی از محبوب ترین تیم‌های ایران سمت مردم ایران ماندن را انتخاب کرد. کنشگیری‌های اجتماعی تو معروف هستین، همیشه پیش مردم بودید. یه سری گرونی‌ها و یه سری اتفاقات هست، به نظرت این قهرمانی استقلال میتونه علی طیف کوچیکی از مردم رو تو این شرایط خوشحال کنه؟ ببینید، من همیشه موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه، برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. بوریا برای این سمت مردم ماندن هزینه های زیادی داد، مدت ها تحت فشار نهادهای مختلف حکومتی قرار گرفت. متاسفانه من خودم این روزا تو شرایط فوق‌العاده سختی دارم فوتبال بازی میکنم و فشاره عجیب غریبی روی من هست. و برای کنار گذاشتنش از تیمی که عاشقش بود بارها سناریوهای مختلفی نوشته شد. یکی از برنامه‌هاشون این بود که بوریا غفوری رو کامل بذارن کنار. اومدن یه سناریو چیدن که ما آقای فکری رو می‌خوایم بسوزونیم. آقای فکری، تو باید بوریا غفوری رو بذاری کنار،
هوادارا به تو حزمی میارن شما رو هم ما میذاریم کنار که سوختن آقا وریا به پای آقای فکری باشه. اما هرچه تبر میزدند درخت تناور آبی محبوب تر میشد. وریا در زمین میدرخشید و بیرون زمین صدای مردمش بود. خب اون زندگی اجتماعی جایگاهی که قرار گرفتم باید ازش استفاده کنم که صحبتی که اون هوادارای ما میان تو استادیوم با هزاران بدبختی بلیتو تهیه میکنن ما رو تشویق کنن، ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی ها اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم. این حق مردم ایرانه که سعادتمند زندگی کنن. وریا نه در روزی که به دیدار پدر کیان پیرفلک رفت، نه در روزی که از دختر فرشته احمدی دلجویی کرد و نه در روزی که بازداشت شد، او در روزهایی بسیار آرامتر از انقلاب مهسا در دل ایران جا خوش کرد و شد یکی از پرچمداران جبهه مردم. همان روزی که تیمش را با پیراهنی به نام دختر آبی به زمین برد، نشان داد چطور میتوان کاپیتان یک تیم فوتبال بود و همزمان با غم مردم کوچه و خیابان علیه نظم حاکم شورید. وریای استقلالی ها که حالا مدت هاست نام پرتنینش از جایگاه 8 ورزشگاه آزادی، خانه تیفوسی های استقلال فراتر رفته و حتی یک پای جشن قهرمانی پرسپولیس شده. آنقدر برای مردم ایران عزیز شده که وقتی پیغام می‌دهد می‌خواهم بیایم برای خداحافظی، پایه‌های سست حاکمیت ظلم می‌لرزد. وطن فروش من نیستم، تجزیه طلب من نیستم، من یه جون دارم، هزاران بار فدای ایران می‌کنم. احسان اکبری، لندن. من نکته خیلی سریع اشاره کنم، همین حرکت آخر وریان واقعا حرکت مردمی بود که در چنین شبی اعلام کرد، به رغم اینکه خودش هم شاید میدونست که اجازه نمیدم وارد استادیوم بشه، اما به هر حال چنین مسئله‌ای رو عنوان کرد. میدونم هر سه دوست دارید در رابطه وریا صحبت کنید، وقت محدود، اگر هر کدوم از عزیزان نفری یک دقیقه و نیم نظرتون در رابطه با وریا غفوری که الان به یک قهرمان تبدیل شده برای مردم بفرمایید، ممنون میشم. از آقای تقوی شما شروع کنید، بفرمایید. ببینید، تصمیم بسیار سختی برای وریا بود اما تصمیم درستی بود. وریا یک کاری رو کرد که میتونه درس عبرت برای همه فوتبالیستای باشه که ببینن وریا میتونه حرف نزنه، در تیم استقلال بمونه، همین الانم قرارداد ببنده، هیچ اتفاقی هم نمیفته، مطمئنا هیچ کاریش نداشت. اما اومد تاوان داد، تاوانی که مردم ایران خیلی خوب ارزش این تاوان دادن و من واقعا اینو بدون اغراق میگم، وریا غفوری بعد از انقلاب در کنار علی کریمی و ناصر اجازی که تو اون زمان واقعا سرخم نکرد، الگوهای مناسب و شایسته‌ای برای تاریخ فوتبال ما هستن، قابل توجه فوتبالیست ملی که متأسفانه به خاطر منافع وجود، من نمیخوام بهشون حمله کنم، اما وقتی این چیزا رو میبینم دردم میگیره، نه این حرفو نزنم، که فوتبالیست تیم ملی تو اون زمان که واقعا اون جایگاه داشتن که حرف بزنن ساکت شدن، اما وریا اون جایگاه داشت و حرف زد و وظیفه‌شون بود، اما وظیفه‌شون خوب عمل نکردن، اما وریا کرد. امیدوارم هر جهت در ادامه زندگیش موفق و تندرست و سلامت باشه. به هر حال ورزشکاران دیگری هم بودن، وریا جایگاه ویژه‌ای داره، اما در رشته‌های مختلف ورزشکارانی بودند که در مقطعی دیدیم که چه فشار، مثل علی دایی، مثل رسول خادم، اس نوریم، خود یحیی گل محمدی هم به هر حال واکنش نشون داد. اما به هر حال الان صحبت وریا غفوری است و چه این رفتاری کرده و البته علی کریمی که دیگه نیاز به گفتن اسمش نیست، از مزدک میرزایی از این جدی هم نیاز به گفتن اسمش نیست که همه میدونن چه کرده برای مردم. مزدک، از شما بشنویم. آرون، ببین، من فکر میکنم که این مردم که تو این شرایط سخت دارن زندگی، ما تو این شرایط فقر رو برشکل این
تورم افسار گسیخته دارن زندگی میکنن، انتظارشون چیه؟ حرفشون که به جایی نمیرسه، کسی حرفشون رو گوش نمیده. دوست دارن اون کسایی که شناخته شده هستن، اون سلبریتی ها، هم از فوتبالیست، حالا هر ورزشکار دیگه‌ای و هنرمند، اینا بتونن حرفشون رو بزنن. و وریا کسی بود که این کار رو بارها و بارها انجام داد و فکر کنم از سال 96-97 بود که این کار رو شروع کرد و همواره در کنار مردم بود، سعی کرد صدای مردم باشه و خب تاوانش رو هم داد و دیدیم که مجبورش کردن از تیم محبوبش جدا بشه، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم. و در واقع بعد از رفتن وریا از استقلال و اون پیوستنش به فولاد، مشخص بود که دیگه نمیخوان وریای غفوری رو به عنوان بازیکن ببینن. و در چنین شرایطی میبینیم که وریا همچنان شجاعانه داره به حرکتش ادامه میده، همچنان صحبت میکنه، ساکت نمیشینه. و تو این شرایط میبینیم که کارش واقعا شجاعانه. برای چی میگم شجاعانه؟ به این خاطر که حتی وبسایت ها و روزنامه ها جرئت نمیکنن که خبرش رو پوشش بدن. خیلی از این وبسایت ها رو من نگاه میکنم تو این چند روز گذشته، یا خبر رو گذاشتن سریع پاک کردن، یا اینکه اصلا بهش اشاره ای نکردن. و این نشون میده کار وریا غفوری واقعا بزرگه، فکر میکنم یکی از بزرگترین کاپیتان های تاریخ باشگاه استقلال. به خاطر همین مزه گفتم این حرکتش هم یه حرکت مردمی بزرگ بود که به رغم اینکه میدونست اجازه نمیدن چهار گوشه زمین رو ببوسه و وارد استادیوم اصلا بشه، چه مسئله مطرح کرد. آقای مرزبان در خدمتتون هستیم، شما بفرمایید نظرتون در رابطه با وریا غفوری. یه موقعی هست که شما توی زندگیتون یه سری پیام ها رو باید به بیرون بدین. شما میتونید یه قهرمان ملی باشید، شما میتونید یک شخصیت خاص باشین، و یه موقع هست که شما برنامه ریزی میکنید که بتونید مقاومت کنید، ولی یه موقع هست که از توی قلب خودتون این مسئله رو میگید. من میدونم که وریا با صحبتهایی هم که ما با هم دیگه داشتیم، همیشه بحث اصلی خودش دردی بود که مردم داشت. در ادامه این جریان وقتی ما میبینیم مهسا امینی رو چطور میکشن، نیکا شاکرمی رو چطور میکشن، حمید رضا رو چطور میکشن، طبیعیه که شخصی مثل وریا نمیتونه آروم بشه، آروم باشه، باید درد دلش رو به مردم بگه، باید خشونت درونی خودش رو نشون بده. و این نشون میده که فاشیستایی که الان اونجا هستن، دیکتاتورایی که اونجا هستن، دنبال نابودی یه تفکر بزرگ هستن، دنبال این هستن که اندیشه‌های آزادی رو نابود کنن. به خاطر همینه که علیه غفوری می جنگن، علیه علی کریمی می جنگن، علیه خادم می جنگن. ولی یه چیزی که مشخصه، اینا سمبولای مبارزه هستن، سمبولای آزادی هستن. و این اعتقاد قلبی من است که این انسان ها با این قدم هایی که به طرف مردم برداشتن حتما موفق خواهد شد. ممنون مردم. این نشکم محمد مایلی کوهن هم در گفتگویی که این چند روز دوباره با او داشتم، هم از رسول خادم یاد کرد به عنوان پهلوان، هم از مشکلات مردم میاد صحبت کنه. به هر کسی در جای خودش سعی کرده صحبت کنه، بعضیا که کاملا مثل آقای پروین مشخص نیست کجاست، خداداد عزیزی کجاست، بعضی اصلا کلا غیب شدن، انگار در این جهان زندگی نمی‌کنن. آقای تقوی 30 ثانیه فکر کنم داشت صحبت‌های مطرح کرد، وقت هست بفرمایید، در خدمتتون هستیم. 30 ثانیه. وریا غفوری نگه، وریا غفوری درد مردم ایران میدونست و خیلی خیلی مهمه که این درد و مردم رو با توجه به فوتبالیست حرفه‌ای شو زندگی خیلی خوبی هم پیدا کرد، این درد رو فراموش نکرد. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که یادش نره چه اتفاقی داره در بین مردم میفته و مردم چه سختی‌هایی داره، و این کارش رو به مراتب خیلی بیشتر. ممنون از شما محمد تقوی، مزدک میرزایی و علیرضا مرزبان و شما که بیننده این چند بودید. تا دوشنبه و چند دیگر که با آقای تقوی مزدک همراه خواهیم بود، خدا نگهدار.